در حالی که افغانستان درگیر بحران اعتماد می باشد، تصویب قانون حقوق و امتیازات نمایندگان شورای ملی چه اثر روی افکار عامه و باور مردم نسبت به این نهاد قانونگذار خواهد داشت؟ این قانون در چند روز گذشته با وجود اعتراض‌های مدنی، مخالفت‌های مردم و مخالفت تعداد انگشت شمار نمایندگان تصویب و تایید شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که اکثر مردم افغانستان از تصویب این قانون راضی نیستند و آن را نوع امتیاز طلبی می‌دانند. اما با این همه شورای ملی این قانون را تصویب کرده و برای توشیح به ریاست جمهوری ارسال کرده است. تاکید پارلمان بر تایید قانون سبب افزایش فاصله مردم با پارلمان شده است. این بار بحث را این گونه دنبال می‌کنیم که وکلای پارلمان چرا به خود اندیشیدند و یا هم منطق این اندیشیدن چیست؟ آیا این وکلا نمایندگان امتیاز طلب و غیر واقعی مردم هستند؟ مهمان امشب برنامه ما بشیر احمد تیانچ، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه است. همراهی مان کنید. بینندگان عزیز سلام بر شما. در پس از خبر امشب من محمد قیس رحمانی با آقای بشیر احمد تیانچ، عضو مجلس نمایندگان. آقای بشیر احمد تیانچ به برنامه خوش آمدید. تشکر، سلام. در آغاز می‌خواهیم از ماهیت و منطق قانون حقوق و امتیازات وکلا در پارلمان آگاهی حاصل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تقدیم سلام میکنم خدمت شما، همکارای شما و مجموع بینندگان آریانا نیوز. امیدوار هستم ایام مبارک رمضان به خوبی سپری شود. اول در قدم اول تصویب قانون را ما به دلایل متعددی رد کرده بودیم و علاقمند نبودیم چنین یک قانون غیر عادلانه در ولسی جرگه افغانستان تصویب شود. اصلا منطقی را که دوستایی که از این قانون دفاع میکنن یا در واقع مشوق اصلی کمیسیون مسئولیت و حقوق و امتیازات وکلا بودن که توی قانون ساخته شوه، به اساس قانون اساسی افغانستان رجال برجسته خاصتا وزرا، وکلا، والیان یک جایگاه متفاوت را از شهروندای عادی می داشته باشه. بعد از اینکه اینا در جریان وظیفه و بعد از ایام وظیفیشان باید از مسئولیت های ویژه اینا برخوردار بوده باشد. ما ایره زمانی پذیرفته میتونیم که قوانینی برای مسئولیت، امنیت، برای امرار معاش اکثریت مردم افغانستان باید ولسی جرگه افغانستان دستاوردهای میداشت که اصل و اساس ریشه مخالفت مازن میجان ناشی شد که این قانون در واقع تنها با امتیاز دادن برای وکیل صاحباس و فراموش کردن موکلین است. حالا مشخصا در مورد این که این قانون میشه یک امتیاز برای وکلا و شما هم یکی از منتقدین و یکی از مخالفین این قانون هستید، میشه برای ما واضح بکنید انگیزه تصویب این قانون در نزد وکلا چی بود؟ ما فکر میکنم این تصویب قانون یک مقدار به پایان کار دوره 16 ولسی جرگه ارتباط داره، به دلیل از اینکه تقریبا یک سال بعد دوره 16 به پایان خود میرسه و تعداد زیادی از همسنفی های ما امیدواری برای دور بعدی را در ولسی جرگه افغانستان بیان اینا وکیل بوده باشن فکر کنم از دست دادن. حالا دلیل از دست دادن این امیدواری چی میتونه باشه؟ ببینین دلایل مختلفی است. متاسفانه از نظر مردم افغانستان، پارلمان افغانستان، پارلمان کارا، پارلمان جوابگو مطابق تقاضاهایی که مردم افغانستان یا توقعاتی که مردم افغانستان داشت به بار نیامد، به دلیل از اینکه یک تعدادی از وکیل صاحبا همیشه در فکر استفاده جویی ها، در فکر امتیاز طلبی ها و در فکر در واقع همو سوء استفاده از جایگاه و صلاحیت قانونیشان بودن که ما در 4 سال گذشته موارد مختلفی را داشتیم که متاسفانه از پارلمان افغانستان زمینگیر کرد، از نظر مردم افغانستان جایگاه و در واقع ابو موقف والای پارلمان خیلی پایین آمد. یعنی یک بخشی از ناکامی ها را اینمی وکیل صاحبا که امروز امتیاز طلبی میکنن، یعنی مسببش یا عاملش اینا بودن. حالی که میبینن پایان کار ولسی جرگه افغانستان داره نزدیک میشه، اینا کوشش میکنن که از این فرصت در واقع باقی مانده به نفع خودشان، به زعم خودشان
همو نهایت استفاده را بکنن. حالا با در نظر داشتین که وکلای پارلمان به گونه‌ای در دور 16 امتیاز طلب بودند، میخوایم پرسش این گونه مطرح بسازم که در قوانین افغانستان اگر وکیلی امتیاز طلبی میکنه یا به نوع استفاده جویی از پست وکالت میکنه، چی ضمانت اجرایی یا کدام مانعی به خاطر نکردن این کارا وجود داره؟ درست است، مفهومیدم. ببینید، قانون اساسی افغانستان اصل و اساس و در واقع نشان دهنده چارچوب روش ما را چی در داخل حکومت، چی در بیرون حکومت، در دولت، تمام ساکنین سرزمین رو مشخص میسازه. هر تصمیمی را کلیسی جرگ افغانستان میگیره با اساس ماده 81 قانون اساسی میگه که زمانی که یک وکیل اظهار رأی میکنه، تصمیم گیری میکنه و منافع اولیا و مسائل عمومی را مد نظر بگیره. اگر منافع اولیا 30 میلیون نفوس افغانستان را مد نظر بگیرین که نهایتاً در حداقل 60% از زیر خط فقر و بیکاری و تنگ دستی زندگی میکنه، مامور، معلم، عسکر، سرباز، اجیر، اینا از 5000 الا 10000 افغانی فیما ماش دارن، از اونا مجبور هستن که حداقل امو ضرورت های یک خانواده 5-6 نفری را تامین بکنن، کرای خانه بتن، کرای برق بتن و سایر ضرورت هایی که شما تصور بکنید با 15000 که او در چقدر شرایط مشکل قرار داره. یا شما ورثه های شهدا را ببینید، چه در از جنگ های قبلی اینا عزیزای خود از دست دادن که امروز بی سرپرست هستن یا ناناور خانه دارن. این در شرایط فعلی که مثلا عسکرای ما، افسرای ما در جسد خطوط مقدم جبهه اونا شهادت به شهادت میرسن، فامیلای از اونا می در 24 ساعت ماشی را که حکومت بر از اینا حداقل آمد نظر می در 24 ساعت کفایت نمی کنه. اگر منظور به حساب وکیل منافع اولیا بوده باشه، ما باید این موضوعات را حل می کردیم، باز در امتیازگیری خود می پرداختیم. یا جلوگیری کردن در واقع چنین قوانینی که خلاف توقع مردم از خلاف نیازمندی جامعه ماست، امروز به اساس ماده 22 قانون اساسی میگه که امتیاز تبعیض در بین اتباع افغانستان ممنوع است. این یک تبعیض آشکار است که ما در بین مردم افغانستان انجام میدیم. ما ایرم درک میکنیم که جایگاه وکیل، جایگاه وزیر به نیست یک رجال برجسته یا وکیلی که حداقل با 10000، 5000، 6000 یا کم زیاد اعتماد و رأی مردم افغانستان میآید، بر از یک شرایط کاری مساعد ساخته شود و بر از او در واقع بعد از بازنشستگی و ختم وظیفه‌اش هم حداقل هم جایگاه موضوعاتش حفظ بوده باشه، ما در این مخالف نیستیم. قبل از این هم یک سلسله بر کدام مبنا با این وضع مخالف نیستیم؟ به دلایل از این که قبلا مطابق قانون افغانستان، در قانون میگه که در قانون اساسی معاش و امتیازات که حداقل شرایط کار را بر وکیل مساعد بسازه مد نظر گرفته میشه که بر اساس اصول وظایف داخلی ولیسی جرگه و سایر قوانینی که بعد از قانون اساسی نافذ شده، در این پیش بین شده بود که بر وکیل معاشش، امتیازاتش. این قانون زمانی جنجال برانگیز شد که یک مقدار امتیازات بیشتر را وکیل صاحب برای خود تصدیق کرد بعد از ختم دوره وکالت، خصوصا بعد از ختم دوره وکالت که اونقدر توجیه پذیری و منطقش را نداره. حالا ما میخوایم پرسان بکنم که این قانون پیشینه تاریخی در بعضی کشورهای دیگه داشت یا ای میتونست تقلید از کشورهای اروپایی، حتی از کشورهای خیلی مدرنی که در اونجا دموکراسی نهادینه شده باشه در پارلمان افغانستان، که گویا وکلای پارلمان در افغانستان با تقلید از اونا این امتیازات رو میخواهند؟ یقینا دید چنین امتیاز دادن در کشورهای دیگه معمول بوده. وکلایی که از این قانون دفاع میکنن مثلا در کشورها سفر کرده بودن، پارلمانایش از نزدیک دیده بودن، یک مقدار الهامگیری کرده بودن، یا دارلینشای ولیسی جرگه که به حساب اونا نزدیک با پارلمان های سایر دنیا کار میکنن. این ما در اون مخالف نیستیم که بعد از بازنشستگی وکیل باید یک سلسله امتیازاتی را از دولت کسب بکنه، ولی شرایط افغانستان با کشورها این امتیازات به گونه ای است. اگر در کشورهای اروپایی نظر گذرا بیندازیم، در دوران وکالت یک وکیل از بعضی از حقوق و امتیازاتی که عبارت از امتیاز معاشیش است، از بعضی از اونا میگذره، حدوداً به عنوان مثال
10% از معاش خود در دوران وکالت نمیگیره و این میتونه یک امتیاز برای بازنشستگیش باشه. در افغانستان اینا قانونی را میخواین تصویب بکنن که بدون پسنداز یا بدون آیدی که به خاطر بازنشستگیشون در نظر میگیرن اینا بخواین یک امتیاز اضافه ای از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بگیرن که آید بیشتر هم نداره و الا 40% از تمام معاشات و تمام کمک های خارجی است که امروز ما را به پا ایستاد کرده. یقینا ببینید ما پیشتر گفتیم که ما تکمیل کنم اون صحبت های قبلی خود، هر کشور مطابق شرایط خودش مطابق و امکانات خودش معاش تعیین میکنه، امکانات و امتیازات بر مامورین خود، چه مامورین عالی رتبه چه پایین رتبه تعیین میکنه. ما ایچگاه شرایط ترکیه را در افغانستان مقایسه کرده نمیتونیم، شرایط هندوستان را در افغانستان مقایسه کرده نمیتونیم، چه برسه با اروپا و امریکا. ما در شرایط فعلی افغانستان همونطوری که شما اشاره کردین اضافه تر از 50 یا در حدود 50% بودجه عادی ما از طریق کمک های دنیا تمیل میشه، چی برسه به کمک های انکشافی در کشور فقیر. و چیزی هم که شما اشاره کردین خیلی جالب است که ما باید زمانی که توقع داشته باشیم بعد از بازنشستگی یک مقدار امکانات از حکومت بگیریم، باید در جریان کاری که مثلا 5 سال برای یک وکیل ولسی جرگس یا 4 سال برای یک سناتور است، باید ما پسنداز بکنیم برای دولت 10% یا 15% معاش خود را یا 20% معاش خود را پسنداز بکنیم که بعد از ختم دوره وکالت ما ورد حکومت باز به تدریج به یک طرز العمل ورا برای در اختیار وکیل قرار بده. این موضوعات مد نظر گرفته نشده و یکی از دلایل مخالفت ما همی بود و دلایل مخالفتی را که ما در اولسی جرگه افغانستان عنوان کردیم اوقدر جایی را نگرفت. و من میخواهم اینجا سپاسگزاری بکنم از مردم افغانستان، خصوصا از نسل جوان افغانستان، خصوصا از کاربرای شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک که قطعا و قاطعا در مقابل طرح غیر عادلانه استادگی کردن که حداقل یک تعداد امتیازاتی که قرار بود برای وکیلا و سناتورا داده شوه او از قانون حذف شد. و هنوز اما ما شاهد بعضی از امتیازات بله دیگر هستیم. هنوز هم این قانون پیشتر که گفتیم به دلایل ازی که ما اگر نماینده طبقه فقیر افغانستان، طبقه کارگر افغانستان، طبقه مامور و معلم افغانستان بوده باشیم، هنوز هم امتیازات اضافه است. توقع ما، امیدواری ما از رئیس جمهوری که ایره قرار است که امضا بکنه از او است که باید در امضای ازی عجله نکنه، ایره یک بار بر مشاورین حقوقی خود بده که تمام جزئیات از ایره، تمام محتوای از ایره یک بار دیگه مرور کنن که چقدر در این قانون با مو مواردی که مردم توقع داره و مد نظر گرفته شده نشده. یعنی عرض می است که این قانون پیش از اینکه مطالعه و غور بررسی نشده باید توشیح نشه یک بار دیگه چانس. درست. حالا می خواهیم پرسش این گونه مطرح بکنم، شما به عنوان مخالف توشیح این قانون، اگر گمانم این قانون توشیح شد، شما به عنوان کسی که مخالف بودین آیا از این امتیازات استفاده خواهد کردید؟ ما یقینا مردم افغانستان را شاهد میگیریم امتیازاتی که برای فعلا به ما داده میشه شرایطی را به ما مساعد کرده که ما بتانیم خدمت رسانی بهتر بر موکلین خود کرده بتانیم. او که چقدر در نمی شرایطی که به ما دولت معاش داده، امکانات داده، چقدر خدمت رسانی کردیم و قضاوت را میگذاریم برای مردم افغانستان. ما نه تنها که از این امتیازات استفاده نمیکنیم، برعکس ما علاقمند از این هستیم که یکی از صلاحیت های اعضای ولسی جرگه ای است که در مورد تعدیل قانون اینا طرح خود را پیشنهاد بکنن. یعنی فکر کنم که 20% اعضای ولسی جرگه با جمعوری امضا میتونن بجز قانون اساسی قوانین در واقع موضوعی را میتونه مواد از این تغییر بده که ما بعد از رخصتی پارلمانی که خداوند خواسته باشه زنده بوده باشیم با جمعی از دوستای ما طرحی را پیشنهاد میکنیم که این ماده در صورتی که رئیس جمهور افغانستان توشیح میکنه باید حذف شوه و این سرمایه یا در واقع امکانات مردم افغانستان به دست کسایی که شایستگیش را حداقل اگر شایستگیش را ندارن ایجاب از این شرایط حاضر نمیکنه باید از این استفاده کنه. بگذارید از وضعیت داخل تالار پارلمان آگاه شویم، تا چی حد وکلا موافق و تا چی حد وکلا مخالف این تصویب قانون بود و چرا این قانون تصویب شد؟ اگر شما و بعضی دوستای دیگه اگر تعدادتون بیشتر می بود چرا مانعی از این تصویب قانون نشدید؟ یقینا همون روزی که قانون به ولسی جرگه آورده شد اضافه تر از 130 تن از وکیل صاحبا در روز امروز حاضر بودن و از این تقریبا 50 جمع یک دهی رای
موافق دادند که در حدود 8 الی 10 نفر در مخالف بودند در قانون، یعنی اکثریت اعضای ولسی جرگا حاضر نبودند. یک موضوع، موضوع بعدی این قانون در واقع قبل از قبل یک تعداد وکیل صاحبا تو در جریان نبودند که در فلانی روز این قانون به گرفتن رأی اعتماد به مجلس می، از این آگاهی نداشتن. بر ترتیب اما شاهد تصمیم کمیسیون مختلط هستیم که بله، اون تصویب کردن. بله ببینید، زمانی که این قانون تصویب شد از چی ولسی جرگ افغانستان، اعتراضاتی که بدنبال از او بود، سنای افغانستان یک مقدار تحت فشار قرار گرفت که باید دهی مخالفت بکنه. تا اون مرحله کار در واقع تصمیم سنا مورد استقبال مردم و مورد استقبال ما هم قرار گرفت، ولی کمیته مختلف بازم با تغییر نسبی در تعدادی از مادهای قانون، مادهای جنجالی قانون، به این قانون چی دادن؟ رأی اعتماد دادن. ما فکر کنم باز هم هر وکیل، هر سناتوری که در کمیته مختلط بود به یقین گفته میتونم که او مظهر اراده مردم افغانستان را در وجه تمثیل نکرد. تشکر از شما. در صورتی که مردم اراده مردم تمثیل میشد باید قانون جا تصویب نمیشد. تشکر از شما. بینندگان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه هم زمان برمیگردیم. بینندگان عزیز خوش آمدید. آقای تنج، میخوایم پرسش بعدی را اینگونه مطرح بکنم که بعضی از وکلای پارلمان گویا اتهام بالای مجلس سنا وارد میکنه که گویا طرح اصلی این قانون از سوی مجلس سنا بود و بعضی از اعضای مجلس سنا هم اتهام بالای مجلس نمایندگان یا مجلس عوام وارد میکنه. به نظر شما این اتهام وارد کردن بالای یکدیگر تا چه حد منطقی بوده میتونه؟ تا جایی که ما به عنوان عضو ولسی جرگ افغانستان در جریان هستم، این طرح کمیسیون مسئولیت و امتیازات ولسی جرگ بود که سر از این طرح موارد زیادی در قانون بود. این طرح قانون، این شما میفهمین زمانی که یک طرح آماده میشه برای گرفتن رأی اعتماد، این در کمیسیون‌های اجدگانه ولسی جرگه فرستاده میشه که تمام وکلا نظرات خود را در او شریک بسازند. یعنی یک تعداد نظراتی از حذف میشه، یک تعداد اضافه میشه. ما در یکی از کمیسیون‌ها منشی کمیسیون هستم، تفتیش مرکزی در وجه قانون آمده بود، ما یک مقدار از موادات از زیر کم هم کرده بودیم، ولی تنها حرف آخر یک کمیسیون در ولسی جرگه نمیزنه، تمام کمیسیون‌ها را نظراتش گرفته میشه. یعنی عرضم است که این طرح را ما میپذیریم که از طرف ولسی جرگه بود، نه مشران جرگه. آلی خب ببینین، این مطابق امو در واقع واکنش با واکنش منفی مردم افغانستان مقابل شده، حالی کوشش میکنن که هر کس از این میان پای خود را بکشه، در واقع ملامت را جانب مخالف خود را بکنه. یا مثلا حالا با در نظر داشت این که وکلای پارلمان به این درایت رسیدن که با این قانون مردم افغانستان مخالفت دارند، چرا غیرت تصویب نکردن این قانون را نمیگیرن یا نمیخواین که این قانون تصویب نشه؟ ببینین، یکی از مشکلاتی که در دور که ما منعیس ولسی جرگه در افغانستان هستیم دیده شد که یک تعدادی از وکیل صاحبا، احترامی هم که برشان داریم، ولی و موظیفه وکالت به امانتداری انجام داده نتانستن. هر زمان موضوع منفعت شخصی و گروپی و به حساب خانوادگی خودشان بوده باشه، ترجیح دادن منافع، ترجیح ندادن که مثلا منفعت خود ترجیح دادن به منافع کلی، منافع کشوری و منافع مردمی. این هم به در واقع ادامه اونم مسائل است که ما در ولسی جرگ افغانستان وزرایی که دو هفته قبل رأی عدم اعتماد از ولسی جرگ گرفته، ولی در پست دیگه، در وزارتخانه دیگه رأی اعتماد دادن این وکیل صاحب. امروز هم که شما میبینین و پیشتر گفتیم که این قانون به دلایل ناعادلانه است که با شرایط افغانستان و شرایط مردم افغانستان همخوانی نداره، در واقع پایان کار وکیل صاحب است که اینا کوشش میکنن با استفاده از این امتیاز و وکالتشان قوانین را تصویب بکنن که در واقع بعد از بازنشستگی هم به درد از اونا بخوره. ما یک موارد دیگر هم میخواهیم به دلیل از اینکه در پارلمان این فعالیت هایی که صورت میگیره غیر عادلانه است، ای در واقع دلیل محکمتر بوده باشه. شما باید دارین قانون
صلاحیت های شورای ولایتی به ولسی جرگا آمد که در اوجه بنابر مطالعه که از شوراهای ولایتی شده بود تنها در سطح ولایت مشوره دادن شورای ولایتی دردی را دوا نمی کنه. اونا هم مثل اعضای ولسی جرگه رأی مردم را با خود دارن، وکیل مردم هستن و زیادتر با مردم در ولایت در تماس هستن و نزدیکی دارن، باید حق نظارت هم به وکیل صاحبا داده شه. وکیل صاحبا شورای ولایتی همه ولسی جرگه افغانستان این همی حق را هم از اعضای محترم شورای ولایتی گرفتن که این در واقع یک جفای خیانت بود که ما در حق تمام شورای ولایتی 34 ولایت افغانستان انجام دادیم. که خب حالا میشه در مورد این صحبت بکنیم که این تصویب تا چه اندازه تاثیر سو بالای روان مردم در اشتراک بر انتخابات پارلمانی در سال آینده خواهد داشت؟ یقینا مردم افغانستان ما فکر کنم که کم رنگ ترین انتخابات را و اشتراک را در انتخابات پارلمانی و لیسی جرگه آینده خواهد داشتیم، به دلایل از اینکه مردم افغانستان هیچ گونه رضایت و یا خوشنودی را از اعضای و لیسی جرگه فعلی نداره. یک تعدادی از وکیل صاحبا کوشش‌های خود را، زحمت‌های خود را کردن، او بسته به یک قوم نیست، بسته به یک مذهب و ملیت و حزب نیست، در از سایر از نقاط مختلف افغانستان، از اقوام مختلف افغانستان. حتما مردم افغانستان تماسی را که با وکیل صاحبا داره حتما قضاوت خوبتر در مورد از اونا میکنه که او را میگذاریم قضاوتش بر مردم افغانستان. ولی امی عمل کرده ولسی جرگه که عوامل مختلف دهیش است که ما تنها اعضای داخلی ولسی جرگه هم دهی متهم کرده نمیتانیم، یک مقدار خود مداخلات حکومت هم بود که یعنی ایراسی را که از ولسی جرگه پارلمان افغانستان داشت که در واقع جلوگیر بس بعضی از کارهای غیر قانونی و یا غیر اصولی حکومت را بگیره، یک مقدار امی شان و ولسی جرگه افغانستان را به پایین آورد یا مداخلات بی‌دستی کرد، تا مواردی پیدا شده که مواردی بوده که در گذشته پول بین وکلا توزیع شد، بر وکلا امتیاز دادن، به هر نوعی اینا امو از خواسته و فرمایشات حکومت بیرون آمده نمیتونستن و منفعت های کلی را ترجیح میدادن به منفعت های حکومتی و منفعت های پارلمان را هم ترجیح میدادن به منفعت های تیم حاکم، که کل از اینا دست به دست هم داده یک مختار امو به سلامت ولسی جرگه افغانستان را یا در واقع امو امانتداری ولسی جرگه را یا در واقع جایگاه ولسی جرگه افغانستان را در نزد مردم افغانستان پایین آورده، که من فکر میکنم که تاثیرات سوی از آینده در پارلمان در انتخابات پارلمانی حتما محسوس خواهد بود. خب حالا میخوایم به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم که کدام مرحله به خاطر تصویب نشدن این قانون وجود داره و یا هم چگونه میتونیم این آفت که از طریق قانون ما بر ما اعمال میشه یا تحمیل میشه بالای ما، چگونه میتونیم از این نجات پیدا بکنیم و یک رای گریز بر خود از دست وکلای پارلمان داشته باشیم؟ دو تا گزینه پیشتر گفتم، یکی خورای جمهور صلاحیت داره، صلاحیت توشیح و عدم توشیح قانون را داره که رئیس جمهور میتونه با مطالعه دقیق با توجه به افکار عامه افغانستان این قانون را توشیح نکنه. و مورد دوم، ببینین پیشتر گفتیم که 20% اعضای ولسی جرگه افغانستان خواسته باشند مواردی را در قانون چه یک ماده چه ده ماده را اینا طرح خود را کتبی به هیئت رهبری ولسی جرگه میتنه، هیئت رهبری شامل آجندا میسازه که روی از این بحث میشه، این برای کوشش میشه که در داخل پارلمان برای حسب ماده یا جایگزین کردن موارد دیگر رای گیری شود، که یکی از گزینه هاست که من زیادتر بالای این موضوع امیدوار هستم، به دلیل از اینکه حداقل قانونی را که برای شرایط کاندید شدن اعضای ولسی جرگه گفته شده باید او لیسانس بده باشه. لیسانس به این معنی که تحصیل یافته است، حداقل از نسل جوان امروزی است که با واقعیت‌های افغانستان زیادتر آشناست، با وارد شدن یا آمدن از اینا در پارلمان آینده افغانستان پیش از اینکه به بازنشسته ما امتیازی که این قانون پیش بینی کنه بتیم، ما میتونیم مواد قانون را با هماهنگی هم ولسی جرگه هم مشران جرگه آینده افغانستان ایر از قانون فعلی حذف بکنیم. تشکر از شما. سلامت باشید. بینندگان عزیز، شما شاهد بحث ما با آقای بشیر احمد تنج نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه بودین. تشکر از شما، تا برنامه بعد، بدرود.